یک مجله فرانسوی در سال 1986 زیر این عنوان که کاهنان نمی سوزند، میگه که بعضی از بت پرستان از ساکنان جزیره فیجی از این قبیل حوادث رو انجام دادن. کاهنانشون بدون اینکه بسوزن داخل آتش گداخته میشن. در جلوی بعضی از دانشمندان اروپا این کار رو کردن. در یک مجله روانشناسی در سال 1900 اینو نوشتند که یک نویسنده مشهور به نام اندرو لنج که از گروه روانشناسان بلندره هست، این مسئله رو با تمام وضوع بیان کرده که این همیشه این ممکنه رخ بده. یک افسر انگلیسی یک حادثه رو دیده که خلاصش اینه. اینها اومدن یه تنوری رو روشن کردن، در ساعت 2 بعد از ظهر رفتیم اونجا، دیدیم کاهنان اونجا نشسته اند، کاهنان و شاگردانشون یک وردهای تلسمی رو سحر رو خوندن، بعد پالخت روی سنگ هایی که از بس که سوخته بود اون سنگ ها اصلا سفید شده بود از بس که گرم بود، اینا پالخت رو اونا می رفتن. و همون کاهن اومد به مستر جودین گفت که من این قدرت رو به تو دادم که داخل آتش بشی. میگه همه ما رد شدیم نسوختیم. که دکتر جورج و مستر جودین هیچ کدوم ما نسوختیم جز یه نفر که پشتارش رو نگاه کرد. اون به شدت سوخت چون اون گفته بود پشتارت رو نگاه نکنید. چه تلسمی خدا دانه. مستر اندرو لنگ همچنین این قصه رو از دکتر هوکن نقل میکنه که همین حادثه در جزیره فیجی هم براش رخ داده. خلاصش اینه که یک تنوری را داغ کردن، هفت کاهن با سرصدای عجیب و غریبی اومدن اونجا و میخواستن داخل آتش بشن. دکتر ازشون خواست که بررسی بشن که به من چیزی به بدنشون مالیدن یا نه. دیدن نه چیزی نیستش. همشون داخل شدن، بعد خارج شدن، هیچ آثار سوختگی درشون پیدا نشد. یعنی نسوختن. این چیزا ممکنه، لیکن همه اینها سحر و جادوه. واسه این سحر و جادوها چه دست صوفیان صورت بگیره، چه دست عارفان صورت بگیره، چه دست کاهنان صورت بگیره، چه یعنی انجام میشه. مگر دجال چیکار میکنه؟ دجال بزرگ که میاد مگه چیکار میکنه؟ به بارون میگه ببار میباره، زنده رو میکشه دوباره زندهش میکنه. با این حال انسان نباید ایمانشو عقلشو از دست بده. اصل اینه.